یوسف باربر قراره یه سفر توریستی به کشور مصر بره. اینجا هم که میبینید آسمون زیبای مصره که هواپیما میخواد فرود بیاد. در این ویدیو به شما آرایشگاهی رو که داخل کشور مصر، استان قاهره، شهر جیزه رفتم و نشون میدم. با من همراه باشید. اینجا از شهر اسکندریه اومدم استان قاهره، شهر جیزه، توی ماشینم که برم هتل. اینجا هم که میبینید هتلمه، دقیقاً روبروی اهرام ثلاثه مصر. تقدیم نگاه زیبایتون. اینم خودمونیم، مخلص همگی. خب از کسی که توی هتل کار میکرد خواستم که یه آرایشگاه به معرفی کنه. ایشونم گفت که اصرار کرد آقا من خودم میبرمت و آوردمون این آرایشگاه. این آرایشگاه تا اهرام ثلاثه 5 دقیقه بیشتر با ماشین فاصله نداره، ولی همونطور که میبینید یه مقداری قدیمیه و خود آرایشگر خوشتی بشم قدیمیه. اینجا من با عربی اهوازی که بلدم بهش میگم که چند وقت آرایشگری، ولی خب یه مقدار چون عربیشون با ما فرق میکنه متوجه نشد چی دارم میگم. این آقایی هم که دارید میبینید، این آقا ما رو اصرار کرد که خودم میبرم به آرایشگاه. البته بعدش هم یه پولی از ما گرفت برای این کارش. من از این آقای آرایشگر خواستم که فقط یه خط گردن بگیره برام و صورتمو ماشین کنه، ولی ایشون اصرار داشت که شما باید یه ماسکم بزنی و سرتو بشورم و از این داستانا. خلاصه ما هم گفتیم باشه، انجام بده، هر کاری دوست داری. ایشون ماسک زد به صورتمون، بعدش نمیدونم چی ریخ روی سرم، فکر کنم ماسکمون بود. شروع کرد مالش دادن، ماساژ دادن با همون انگشتای خیلی توپالیش و سفتش. شروع کرد محکم ماساژ دادن سر من. شاید برات سوال پیش بیاد که چرا آرایشگاه اینقدر داغونه یا همه آرایشگاه اینجوریان. والا خودم هم نمیدونم، یه آرایشگاه میخواستم آوردم اینجا. قطعا آرایشگاه شیک و خوبم داره، ولی خب این آرایشگاه هم نزدیک اهرام ثلاثه بود، انتظار نداشتم همچین آرایشگاه به قول خودمونی داغونی باشه. البته آرایشگرش بسیار خونگرم بود و خیلی شوخی میکرد و حرف میزد و از این داستانا. این ماسکی هم که به صورتم زد واقعا نمیدونم چه ماسکی بود، چون همینجوری این ماسک رو روی صورتم ماساژ داد و بعدش با دستمالی ماسک رو خیلی محکم پاک کرد. فکر کنم ماسک سیاه بود و باید میذاش خوش بشه و میکند اینجوری انجام داد، یا شایدم ماسکایی بود که به صورت مالشی باید انجام میداد. خلاصه نفهمیدیم چی بود. حالا با این دستمال اومد سراغ من و محکم روی صورتم میکشید. یه جا که دیگه من بهش گفتم آقا یواشتر، پوستم داره اذیت میشه، این کارو نکن. و اونم میگفت نه نه چیزی نیست و به کارش ادامه میداد. خلاصه و پوست صورت ما رو کند. ویدیوی دیگه هم گرفتم از بازدید از اهرام ثلاثه و مجسمه ابوالهول و موزه که در قالب یه ویدیوی دیگه برای شما توی یوتیوب بارگذاری میکنم و میتونید اونم ببینید. همچنان این آقای آرایشگرمون داره با دستمال روی صورت من میکشه و ماسکو پاک میکنه و بعدش هم قراره یه ماسک صورتی برام بزنه. خودم هم از رنگش جا خوردم که با این شکل و شمایل یه ماسک صورتی میخواد برام بزنه. دوستان هزینه توی کشور مصر واسه افرادی که از اروپا میان بسیار پایینه، یعنی چیزی نمیشه به پولشون. ولی شمایی که از ایران میخواید برید کشور مصر، حتما قبل از خرید یا بالاخره دید و بازدید جایی هزینه و قیمت رو بپرسید که یهو سورپرایز نشید. اینجا من بعد از انجام کارم 200 ریجپشن به این آقا دادم و اگر میخواید بپرسید که ریجپشن چقدر میشه به دلار، ببینید هر 30 ریجپشن 1 دلاره. پس من 200 ریجپشن به ایشون دادم. البته خودش نگفت چقدر، فقط من یه 200 بهش دادم چون دیدم زحمت کشید و خواستم بهش خلاصه حال بدم. اینجا بعد از زدن ماسک گو بریم سر صورتتو بشوریم. توی همچین جایی سر صورت ما رو شست. خلاصه بعدش دیگه بازم بی خیال ما نشد، میخواد ماساژ هم بده. با همچین ضرباتی شروع کرد ماساژ دادن
محکم هم میزد و واقعا دست سنگینی داشت. منم که منتظر بودم فقط تموم شه از اینجا در برم. حالا اومد سراغ سر و شروع کرد ماساژ دادن. محکم هم ماساژ میداد. بعدش رفت سراغ سشوار. اینجا هم وسط کار بهش گفتم بابا بده من خودم سشوار بکشم، چون داشت سرمو میسوزون. خلاصه سشوار داد و بره سبدت دستمون و سشوار کشیو انجام دادم. اینجا هم اومدم بهش گفتم بیا توی ویدیو و اسمشو ازش پرسیدم. اسمشو هم گفت و اینم شد آرشگاه رفتن ما.